إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. توفیقی است انشاءالله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات مبارکه سوره بقره رو از این نوبت از آیه شماره 190 انشاءالله پیگیری کنیم. میتوان گفت از این آیه شریفه قسمت خاص و ویژه‌ای رو در طی چند آیه خداوند سبحان تذکر می دهد و باز بخش دیگر بسیار قابل توجهی در آیات مبارکه این سوره گشوده خواهد شد. فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. مقدمه ای رو من عرض می کنم خدمت بزرگواران و آنگاه تبیین آیه شریفه. پیغمبر مکرم اسلام تا زمانی که در مکه حاضر بودند و اون 13 سال حضور در مکه بود، شرایط خفقان مکه اون چنان بود که مسلمانان به بیان ما چاره جز تقیه نداشتند، باید برای حفظ جانشون مماشات هایی می کردن، مداراتی می کردن. شاید بعض از برخوردهای تند رو به دستور پیامبر و وحی الهی اجتناب می کردند، چون اساس اسلام در گرو آن بود. بسا بعض از درشتی ها به قیمت از ریشه برکندن اسلام تمام می شد. به همین خاطر به تعبیر ما دست به عصا راه می رفتن و زندگی می کردن. دوران خفقان 13 ساله به پایان رسید. پیامبر به لطف الهی هجرت به مدینه رو آغاز کردند. مسلمین آمدند و پروانه‌وار مهاجر و انصار پیرامون پیامبر رو گرفتند و جماعتی متشکل شد. به نوع این قوتی و شوکتی هم برای اسلام پیش آمد، فضای تقیه برداشته شد و دیگه مسلمانان می توانستند که اون توانمندی خودشون رو کم کم به دست بیارن و نشان بدن. اما در این حال باز هم مورد حمله و هجمه قرار می گرفتند و مسلمانان هیچ تعرضی به کسی نداشتند در این جهت. این نکاتی که عرض می کنم دقت بفرمایید انشاءالله، شاید در این سالهای اخیر یکی از نکات مسمومی که علیه اسلام در بنگاه های مختلف سخن پراکنی گفته می شود همین قسمت هایی است که این آیات مورد نظر بحث امشب ماست، که نقل وارونه و اشتباه از اشتباه عمدی در بیان این آیات گاهی نکاتی رو به دنبال آورده است. کار به اونجا کشید که نبی مکرم در سال ششم هفتم تصمیم اون گرفتن که عمره ای رو به جا بیاورند. برای اولین بار بعد از آمدن از مکه پیامبر می خواهد بازگردد به سوی مکه.
پیامبر با یارانشون حرکت کردند. البته به شکل عادی، به تعبیر ما با سلاح مسافر، نه بیش از این. با یه جماعتی از یارانشون حرکت کردند به سوی مکه مکرمه، اما استحضار دارید که مکیان رخصت ورود به مکه رو به پیامبر ندادند. در منطقه‌ای به نام حدیبیه، سردار بزرگ اون روز مشرکین خالد ابن ولید مأموریت یافت که پیامبر و یارانشون رو متوقف کرد. شرح این رو در سوره مبارکه فتح قسمت‌هایی از اون می‌بینیم که خداوند بازگو می‌کنه. راه بر پیامبر و یارانشون مسدود شد، متوقف شدن، فضای درگیری ایجاد شد. پیامبر تصمیم درگیری ندارن تو این موقعیت و شرایط. به این قصد اصلا از مکه بیرون نیامدن، موظف نیستند به امر الهی که بخوان درگیری ایجاد کنند. بر تقدیر کار منجا کشید. مکیان که دیدند این مقاومت پیامبر و یارانش رو و فضا و شرایط رو، تصمیم بر انعقاد قراردادی با پیامبر گرفتند و به نوعی فضای این قرارداد فضایی بود که به ظاهر احساس می شد که تحمیلی بر پیامبر می شود و رسول خدا به بیان ما یه امتیازاتی رو ممکنه الان دارن نسبت مشرکین واگذار می کنن. اولین امتیاز این بود که از همونجا پیامبر برگردند و رسول خدا دیگه ادامه ندند مسیر رو، و بندهای دیگری که اگر احیانا کسی از مسلمانان به سوی مکه می رود و از مدینه به سوی مکه می ره، اهل مکه حق دارن دون رو نگه دارن، بازداشت کنن و اجازه بازگشتش رو به مدینه ندن. اگر کسی از مشرکین به سوی مدینه پناه می رود، پیامبر باید این فرد رو برگردانند. این شرط خیلی نابرابر غیر عادلانه است به ظاهر برای کسانی که توجیه این کار پیامبر رو نفهمیدند و ندانستند اتفاقا این عکس است. منفعت این به سود پیامبر برمی گردد و مسلمانان اون باطن قضیه رو اگر نگاه می کردن، خب اینها براشون دشوار بود. در بندهای این قرار داد نوشته شد که پیامبر سال آینده می تواند با یارانش به مکه بیاید و عمرت القضا به جا بیاورند، و برای اینکه تنش و درگیری بین پیامبر مسلمانان و مشرکین مکه نباشه، در اون فضای سه روزه‌ای که رخصت پیامبر داده می شود و وارد مکه باشند پیامبر و یارانشون، تمام اهل مکه رو تخلیه می کنن، از شهر بیرون میرن، درب خانه ها بسته است، سه روز شهر در اختیار پیامبر و یاران رسول خدا. این هم یکی از بندهای قرارداد بود. قرارداد منعقد شد، به مزاج جمعی از مسلمانان خوش نیامد. حتی شعاری هم علیه پیامبر داده شد که این صلح تحمیلی است، این سازشکاری است، محافظه‌کاری است، این با اون روح رشادت ایمانی نمی سازد. چرا پیامبر چنین کاری را کردند؟ اعتراض علیه پیامبر از زبان بعض کسان مشخص در تاریخ ثبت است. اسم نمی‌برم. بعضی ها این اعتراض رو داشتند و گفتند بر حجت موجه رسول خدا ایراد گرفتند، که از سوی خداوند موظف به بیعتی هستند که می دانید این همان آیه است که ان الذین یبایعونک تحت الشجره. پیامبر در همونجا بیعتی گرفتند از یارانشون بر این مصالحه و خداوند فرمود ید الله فوق ایدیهم، دست خدا اینجا بالای دست این کسانی است که با پیامبر بیعت میکنند و امضا این عمل و این شرایط. بسیار زیباست این قسمت های تاریخ اسلام و بس آموزنده. خب کار به اونجا رسید که پیامبر برگشتند و به سوی مدینه سال آینده شد این قسمت از قرارداد به ناس اجرا بشه. حالا نبی مکرم میخوان به طرف مکه برن. پیامبر اعلام کردن که مسلح باشید، برخلاف سال قبل پیامبر مسلح حرکت میکنیم، سلاحتون کامل بردارید. یه مقداری برای بعضی ها این کمی هضم این باز دشوار بود که پیامبر به کجا میروند؟ میخوان رسول خدا برن عمره بگذارند، اما چرا اسلحه میگن برداریم؟ مگر سرزمین سرزمین حرم نیست؟ مگر ماه ماه ذی‌القعده نیست؟ شهر حرام، سرزمین حرام، عمل و عمره دیگه سلاح نمیخواد دیگه؟ بالاخره این مصالحه هم که هست، اما دیگه اینجا جایی است که این آیات شریف نازل شد، یعنی مقدمات این در این آیات آمد.
اینجا جایی است که باید دیگه پیامبر کمر رو ببندن به تعبیر ما و آماده باشن برای اون فتح الفتوح و برای اون بحث جدی مکه و ریشه‌کن کردن مشرکین از کنار خانه خدا و زدودن دامنه های شرک و پهنای توحید رو در سرزمین حجاز مشاهده کردن و دیدن از این دولت طلایی اسلام. آیه شریفه فرود آمد که و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. آیه قشنگ روشن کرد مطلب رو. شما مسلح باشید و آماده باشید. مسلمانان پیامبر فرمودن ما میریم به قصد مکه، اما احتمال این رو داریم. بالاخره این 7 سال بسیار شکنجه شدن. الان میخوانیم در آیات مسلمانان از هر ایذایی که توانستن اهل مکه بعد از هجرت مسلمانان به مدینه کوتاهی نکردن. به تعبیر ما هر آنچه در چنته داشتن رو کردن. اگر با بیابانگردان اعراب بیعت کردن هم داستان شدن، اگر با یهودیان اطراف مدینه هم قصه شدن که بتوانن ریشه اسلام رو بکنن، این کار رو کردن. بدر، احد، خندق، تمام این آتش‌های بزرگ به دامن مسلمانان ریختن و افکندن. اینها که کاری ندارند. 478 کیلومتر که فاصله است، مدینه کجا، مکه کجا؟ پیامبر که کاری به اینها نداشتند، ایذایی به اینها نداشتند. اما مگر دست بر می داشتند اینها؟ مگر به تعبیر ما کوتاه می آمدند؟ ابدا چنین چیزی وجود ندارد و قصه این چنین. دیگه اینجا جایی است که باید پیامبر از حیثیت خودشون و یارانشون به تعبیر ما الان دفاع کنن. اون نکات حساسی گفتم، از اینجا در بحث آغاز میشه. قاتلوا فی سبیل الله، مسلمون ها آماده باشید برای مقاتله. مقاتله یعنی چه؟ یعنی نبرد، یعنی پیکار، یعنی کارزار. آماده باشید برای کارزار و قاتلوا فی سبیل الله. اما این مقاتله شما مقاتله ای برای رسیدن به حطام دنیوی نیست، برای رسیدن به جاه و منزلت و منصب، برای کشورگشایی، برای دست یافتن به منابع و موقعیت ها و ذخایر سرزمین ابدا نیست. شما در این وادی نباید فکر کنید و فکر نمی کنید. شما مقاتله می کنید فی سبیل الله، در راه اعتلاء کلمه لا اله الا الله، در راه بخشیدن توسعه توحید در سرزمین حجاز. هدف شما این از چیزی جز این نیست. در ذهنتون شما خودتون رو آماده می کنید برای مقاتله فی سبیل الله. اما این قسمت فوق‌العاده زیبا و ظریف مطرح می کند. با کی قاتلو فی سبیل الله؟ با هر کسی، با هر دیار و با هر جماعتی؟ ابدا چنین حقی رو ندارید مسلمانان. بلکه قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. شما با کسانی باید پیکار کنید که اونها ابتداءً با شما پیکار میکنند، اونها ابتداءً به مقاتله و جنگ با شما برمیخیزند، شما ابتداءً با کسی کاری ندارید. این نکته ظریف آیه شریف است. بسیار روشن، شفاف، فاش عرض میکنم خدمت عزیزان، ما در اسلام تهاجم نداریم. جهاد اسلام جهاد تهاجمی نیست، جهاد تدافعی است. اسلام منطق هجمه ندارد، منطق حمله به دیگران ندارد. اونجا قرآن تعلیم میکند به پیامبر و نبی مکرم اسلام طبق اون عمل میکنند در طول زندگیشون، آن است که رسول خدا تدافع میکنند. یعنی جهادشون جهادی است در راه استقامت، صلابت و پایداری اسلام و دین و دفاع از مرزهای فکری و عقیدتی و حیات مسلمانان. به هیچ وجه تهاجم به معنای کشورگشایی و حمله کردن، این در تعالیم قرآن نسبت به پیامبر وجود ندارد و سنت رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی هم همین بود در طی جنگ ها. حتی میبینیم در مورد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هم قصه همین بود. این جمله رو در تاریخ بزرگ نوشتن، درشت تاریخ نگاران در جنگ های امام علی نوشتن، اگر جمل است، اگر صفین است، در تمام اینها نوشتن. این جمله تکرار میشد از زبان امام و پژواک اون فضای جنگ رو پر میکرد. لا تبدأوا بالقتال،
یاران من حق ندارید آغاز کنید به جنگ، حتی یبدعوکم، تا زمانی که اونها شروع نکردن. در جنگ جمل آوردن بدن تیر خورده رو، فرمودن یا ابوالحسن این جان داد به تیر اهل بصره، یا ابوالحسن این چشمش کور شد، باز هم نزنیم. حضرت وقتی چند مورد آوردن فرمودن حال شروع کنید، فرمودن حالا ابدعو به دفاع، حالا دفاع کنید. فرمودن این حجت خدا بر من است، خدایا تو شاهد باش که من برای چی دارم اقدام میکنم. این منطق در خود زندگی پیامبر هم وجود داشته است عزیزان و کاملا مشاهده می شود. این آیات شریف هم همین رو بازگو می کند. فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، مقابله کنید و مقاتله کنید در راه خدا با اون کسانی که با شما مقاتله کردن. ولا تعتدوا، تعدی نکنید، تجاوز به حق کسی نکنید، شما حق ندارید متجاوز و متهاجم باشید، هجم کنید. لذا وقتی که کتاب جهاد رو در اسلام میخوانیم و آداب جهاد رو و مقابله رو در اسلام میبینیم، اینها بسیار روشن و دقیقه. الان منطق دنیای امروز برای به زبین زدن و نابودی مملکت چیه در جنگ ها؟ اولین جایی که هدف قرار داده میشود منابع زیرزمینی است، منابع اساسی است به تعبیر ما، ذخایره. ابتداعا میبینید نمیدونم پالایشگاه زده بشه، مراکز برق زده بشه، مراکز آب زده بشه، یعنی فلج کردن یه مملکت برای تسلیم، به زیر کشیدن. در اسلام در کتاب جهاد صریحا میبینیم که مسلمانان حق زیان و ضرر به باقات مهاجمین، یعنی به اصطلاح هجم کننده ها رو ندارن، حق ندارن مزرعه‌ای رو با آتش بکشن مسلمانان در حمله و جهاد، حق ندارن درختی رو از بین ببرن. به صراحت تعالیم پیامبر تعیین میکنند. مسلمانان حق ندارند به نوامیس، به زنان حمله کنند و تیر بندازند. حق ندارند به کودکان حمله کنند و اونها را دچار تعرض قرار بدن. به پیرزنان، به پیرمردان، یعنی زمین خوردگان، افتادگان، ابدا کاری ندارند. مسلمانان در جهادشون با کسی مقابله میکنند که چهره به چهره اونهاست، مقابل اونهاست. اینا تو تعالیم جهاد اسلام است. یعنی تفاوت دارد بنیادن با اون چه دنیا عمل می کند و می گوید، با اون چه شما شاهد اون در این سالها بودید و مشاهده کردید بالاخره در این سو و اون سوی دنیا، که چه جنایت های غیر این دست عمل شده است در دنیا و در همین دهه های اخیری که ما شاهد اون بودیم. بنابراین فرمود ولا تعتدو، ولا تعددو، تعدی خیر، تجاوز شما حق ندارید، شما تدافع حق دارید، تعدی نمی کن. ولا اگر بحث خدا نباشد، فی سبیل الله نباشه و دفاع نباشه، در حمله که همین ها درسته دیگه، همین زیر و رو کردن ها درسته، 100,000 صورتی پرواز درسته برای نابود کردن و به خاک و خون کشیدن یه مملکت، همین ها درسته دیگه. اما ولا تعددو، شما این حقا رو ندارید. ان الله لا يحب المعتدين، چون خداوند متجاوز را دوست نمی‌دارد. خداوند متجاوز و متعدی به حقوق دیگران رو دوست نمی‌دارد و با اون هیچ محبتی ندارد. خب شما برید مسلمان‌ها آماده باشید، منتها این قسمت اول، یعنی آیه از جهت سیر تاریخی همینطور که منطبق کردم خدمتتون به اینجا کشیده میشه که در این سال پیامبر حرکت کردن با یانشون، اما آماده‌اند، مهیان که اگر از ناحیه اهل مکه حمله ای شد، اینها میگن ما 3 روز مکه رو خالی میکنیم. آیا این 3 روز خالی کردن بعد از 3 روز چه اتفاقی میفتد؟ محاصره میکنن مکه رو؟ آیا مقابله میکنن با پیامبر و یارانشو؟ شما مهیا باشید. اگر یه قاتلونکم شد شما، اگر نه اینها کاری نگرفتن، شما هم فعلا کاری ندارید. ان الله لا يحب المعتدين. اما این مرحله اول، حالا دیگه افق باز میشه، حالا که شما رفتید به مکه و کارتون انجام دادید، دیگه الان زمانی است که این مظلومیت 8 ساله پایان برسد. دیگه الان بحث برون کشیدن کعبه از چنگال مشرکان است. اینجا فتحی نمیخواد اتفاق بیفتد مگر اینکه به تعبیر ما رهایی خانه خدا از چنگال این شرک بت‌پرستی چند دهه‌ای، از دست امثال بوسفیان بت‌پرست های بت‌تراش ها مثلا، بوجهل های این چنینی، بناس این کعبه دیگه شرایط خودش رو پیدا کند. وقت طلوهم حیث و
سقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنتو اشد من القتل و اقتلوهم. بدونید دیگه الان بعد از این کار صحنه پیش می آید که شما با اهل مکه درگیر خواهید شد، یعنی دیگه دوران مظلومیت به پایان می رسد. خب طبق بنده های عهدنامه و صلح حدیبیه 3-4 بند رو خود اهل مکه زیر پا گذاشتن و در خود بند و در خود تعهدات هم دقیقا تصریح شده بود. و جالب است این که کسی که این عهدنامه رو نوشت به خط امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نوشته شد، این صلح‌نامه و معاهده، کاتب اون امیرالمؤمنین امام علی بودند. در خود عهدنامه و بندها اومده بود در این مصالحه که بالاخره اگر تخلفی در این بندها شد هر دو طرف آزادن برای گرفتن حقشون و استیفاء منافع خودشون به تعبیر ما. الان فرصتی دست داد پیامبر، دیگه اینجا جاییست که اینها با نقض این صلح‌نامه و تعهد آماده این شرایط که شما بتونید مکه رو رها کنید. وقتلوهم حیث و سقفتموهم، مقابله کنید، دیگه نترسید. اینجا جاییست که باید تقاص این سالهای مظلومیتتون رو اونها پس بدن. با اینها مقابله کنید، اما با توجه به اینکه باید این زرنگی ویژه رو داشته باشید، حیث و سقفتموهم. این کلمه رو دقت بفرمودید، این واژه ظریفی است. عرض به خدمت عزیزان، سقف رو گاه میبینید به معنای وجدان و یافتن معنا میکنند. این آیه شریفه اگر به ترجمه ها مراجعه کنید احتمالا این تو با ترجمه کرده باشند که با اینها مقابله کنید با مشرکان هر کجا که اینها رو یافتید. اما این نیست معناش. خود کلمه سقف، سقفه با سه نقطه، معادل و برابر واژه استیاده. یعنی گاه شما یه چیزی سیدی رو تو مسیرتون نیست، به چنگ میارید، میگیرید این رو، کمین میکنید به تعبیر ما، با یه مهارتی یه سیدی رو میگیرید، اینو میگن استیاد. تو مسائل اجتماعی این چنین، تو مسائل علمی مخصوصا از دیدگاه خودمون عرض کنم، گاه میبینید یه محققی، یه پژوهشگری یه مطلبی رو به تعبیر ما رو هوا میزند، این رو میگیرد. الان به انسانهایی که اینها تیزبینند، ریزبینند، نکته ها میگیرند که دیگران نمیگیرند، میگن مسقف. در کلام عرب به اینها میگن مسقف. معادل است به پارسی ما با روشن فکر. یعنی دقیقا الان در کلام عرب میگن الثقافت الدینیه، یعنی روشن فکران دینی، یعنی روشن فکری دینی، روشن ذهنی دینی. روشن فکر به کی میگن؟ روشن ذهن به چه کسی میگوین؟ به اون کسی که ذهنش آماده است. شما یه کسی مثلا انسان معمولی میخواد مطلبی رو خیلی بگن، هی تکرار کنن، چندین بار شاید برسد یا نه، اون یه اشاره که میکنن از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن مطلب رو میگیره. این چه ثقافت؟ یعنی به تعبیر خود ما میزند مطلب رو. این میشه سقف. سقفه یعنی چیزی رو گرفتن به درستی و دقت، به سرعت در اختیار گرفتن. وقتلوهم حیث و ثقفتموهم، شما در هر فرصت مناسبی که دیدید اونگاه مقابله کنید، نه در شرایط هر شرایطی که پیش آمد، خیر، با دقت، با تشخیص مناسب در بهترین فرصت ها اون صحنه رو برای مقابله و پیکار انتخاب کنید. و شما حق دارید و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، اینو توجه دارید. بعد از اینکه پیغمبر از مکه بیرون آمدند، تمام استخفاف ها و اهانت ها به مسلمان های مانده در مکه روا شد. هر آن چه توانستن کردن، هر کاری تونستن مکی ها انجام دادن. بدترین اهانت ها را به نوامیس مسلمانان، به جانشون، به فرزندشون، به وجودشون، هر کسی هم که از مکه بنای بیرون آمدن داشت، به تعبیر ما باید با پیراهن تنش می اومد. تمام اموال مصادره. حق یه سیخ رو با خودشون بردن به مدینه نداشتن. تمام اموالشون رو سلب میکردن، اونگاه میگفتن برو، میخوای از این مملکت بری بیرون، از شهر بری، حالا باید بری، تمام اموالت رو، باج رو باید بدی، اونگاه باید بری. بدترین ظلم ها و اهانت ها رو اقتصادی، سیاسی، اجتماعی روا داشتن.
فرمود و اخرجوهم، حالا خداوند به شما رخصت میدهد با توانایی که الان دارید این مشرکان مکه را از مکه بیرون کنید شما. خب بیرون کردن این کار خوبی نیست، بالاخره کسی را از شهر و وطن و دیارش بیرون کردن. من حیث و اخرجوهم، با همون شیوهی که اینها شما رو بیرون کردن، یعنی با همون دلیلی که اینها این کار رو کردن. محتسب خم شکست و من سرو سن و به سن و بر جروح و قصاص، این دختی است که دنا هم که ما دانو به تعبیر عرب، اینا با همون شیوهی که عمل کردن شما دارید بهشون مقابله میکنید. این مقابله به مثلی است که شما تاوان مظلومیت 8 سال رو، اونم 13 سال 21 سال رو آره دارید به اینها برمیگردانید. من حیث و اخرجوکم. و البته جالب این است که این اتفاق نیفتاد، یعنی مسلمانان هنگامی که شرایط مهیا شد بعد از اون عمرة القضا پیمان رو شکستن. خود ابو سفیان شخصا اومد مدینه برای عذرخواهی، خود ابو سفیان اومد استجاره کرد به تعبیر ما، یعنی خواست جوار بگیره، امنیت بگیره، مسئولیتم بهش دادن، کسی بهش کاری نگرفت، اما کسی پاسخش رو نداد دیگه، گفتن دیگه بس است دیگه، پیامبر ردش کردن، امیرالمومنین ردش کردن، اعلام کرد که من دوباره بیعت رو میبندم یک طرفه، کسی پاسخش نداد دیگه، پیمان شکسته قابل ترمیم نبود تو این فرصت و شرایط سیاسی. ابو سفیان برگشت به دنبال اون پیغمبر مکرم اسلام، به امر خداوند یارانش رو فراهم کردن، میدونید دیگه 16 هزار سپاه به طرف مکه حرکت کردن. وقتی این موج دریا تو این اطراف مکه حرکت میکرد و سیلوار میومدن به طرف مکه، دیگه بزرگان مکه اینها نگاه میکردن و دیگه تمام بود قضیه، نه دفاعی، نه تیری پراندند، نه مقابلهی کردن با یاران پیامبر، و دیگه خودباختگانی بودن در قبال این شوکت و عظمت، و پیامبر هم دستور مقابله ندادن. اینو من گفتم، حتی جاهایی هم نوشتم، تأکید میکنم الان به خاطر خود این مسئله و بحث. در فتح مکه عزیزان پیامبر دستور کشتار به تعبیر ما، قتل عام، انتقام کشی، یقه گرفتن ابدا به یارانشون نداده مطلقا. فاتحی بودند که عجیب ترین فتح رو انجام دادن. اینو شما توجه دارید، یه نگاهی میکنیم بالاخره به تاریخ 618 پشت باروهای نیشابور، اتفاقی که افتاد در حمله این جماعت خونخوار این بود که داماد تموچین و چنگیز به روایت عطاملک جوینی کشته شد. در پشت باروی نیشابور داماد چنگیز کشته شد. شنیع‌ترین رفتارها رو با اهل نیشابور کردن. تمام نیشابور ابر شهر خراسان بوده است. شهر اول خراسان بوده است نیشابور تا قبل از حمله مغول. میدانید دو مرکز علمی در جهان اسلام اون زمان تا قبل از تا قرن پایان قرن ششم در اوج بودند؟ یکی بغداد بود، نظامیه های بغداد، یعنی مراکز دانشگاه، شهر دانشگاهی بگیم، نظامیه های بغداد و نظامیه نیشابور، اون مدارس عظیم، دانشمندان ریاضی، کسانی مانند حجت الحق، عمر خیام، این شخصیت های این چنینی فهول و مردان دانش و علم در این شهر فراوون بودن. نیسابوری ها اینها قوقا بودن. خراسان جا چون نیشابور دارد که صد پیشیز پیشاور دارد، به تعبیر اون شاعر کذایی. بالاخره این عرض به خدمتون اوضاع و احوال، اما شنیع‌ترین رفتار شد. شاید جمعیت غیر قابل شمارش بوده است، یعنی این کشتار 10,000 نفری 30,000 نفری 100,000 نفری نبود، کشتاری بود که به اونجا کشید که همین آقا وزیر مغول هاست، عطاملک جوینی. تاریخ جهانگشا 3 جلده نگاهی بفرمایید، جلد اول صفحه 130 به بعد می نویسه ماجرای فتح نیشابور را، مشاهدات خودش را می نویسد، روایات خودش را می نویسد. این وزیر بعد از دوران وزارتش که به گربه های نیشابور هم رحم نکردن، چه برسد به کودکان نیشابور. جامعه نیشابور با خاک یکسان شد، گفت در او گندم کشتیم، سال آینده گندمش خوردیم، بعد نیشابور رو ترک کردیم. خب با این وضعیت اینها اینطور فتح میکردن، اینطور. یه داماد تموچین اونجا کشته شده است، حالا دیگه حالا تموچین از کجا اومده است، مغولستان کجاست، ایران کجاست، نیشابور کجاست. پیامبر اومده از کنار خانه خدا برای فتح مکه و کعبه از دست اینها، اما فرمودن نه. اینو اشاره کردم گاهی
بالاخره بعضی از این جوانهایی که اون عرق خاصی داشتن و اینها هنوز آثار شکنجه ها کف پاشون بود، آثار شلاق ها و تازیانه ها از بین نرفته بود رو پشتشون، و اینها هنوز صدای زنج مویه های اینها در کوچه های مکه مثل این که شنیده می شد ناله هاشون که داد می زدن احد احد و شلاق می خوردن و باز می گفتن احد احد. حالا اینها دیگه تو این شرایط بعضی از اینها دستا رو ابزارهای شمشیر پرچم ها رو بلند کردن و رنگ پرچم سرخ است. شعارشون هم زیر لب این بود که الیوم یوم الملحمه، امروز روز خون و انتقام است. الیوم تصبا حرمه، امروز روزی است که به اسارت خواهیم گرفت. سریعا ابو سفیان خودش رساند به علی ابن ابی طالب، گفت اینا دارن اینطوری میگن، اینا رو پیامبر گفته؟ اینا حالا فرزندان به پیامبر که نمیگه اون هنوز، اینها رو پسر عبدالله گفته است این حرفا رو؟ امیرالمومنین بودن یا رسول الله، ترین قسمت از سپاه این طلایه داران دارن این رو میگن. بودن علی جان سری برو به اینها بگو مگر من نگفتم؟ بگو اون پرچم ها رو پایین بیارید، نشانه شما امروز پرچم سپید است و امروز بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است، امروز روز موج غفران الهی است. الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، بی نظیرترین فتح تاریخ بشر پیش آمد بدون هیچ خوندیزی. فقط چند نفرن که اینها شناخته شدن؟ تا 10 نفر کمتر نوشتن مورخان، 8 تا 10 نفر مثلا، 6-8 همین رقم بیشتر. افرادی که چند تا زن بودن تو اینها، روسپیانی بودند که اینها با روسپیگری خودشون و بعض از کارها شنیع ترین اهانت‌های گفتاری و رفتاری رو نسبت پیامبر و مسلمانان انجام میدادن. پیامبر خون اینها رو مباح دونستن و بعضی از اون افراد شناخته شده که اینها به تعبیر ما دیگه اون رندان مزوری بودن که بسیار خطرناک بود وجودشون. اونا گفتن بلا متعلقن به استار البیت، اگر پرده خانه رم گرفتن مجازید که اینها رو دیگه بیرون بکشید و مجازاتشون کنید. چند نفر معدود که اونها هم اتفاقا نصفشون 4-5 تاشون فرار کردن، 3-4 تاشون موندن. یکیشون به شیوه دیگری متوسل شد، کعب ابن زهیر، از اون نامدارترین شاعرانی است که زبانش، شمشیر زبانش از 100 تا شمشیر عرض به خدمت اون رزمندگان اسلام هم قوی تر بود در تهییج کفر و اون مسائلی که داشت و اون شانتاج های تبلیغاتی علیه اسلام. و پیامبر در مدینه خون این رو مباح کرده بودن، کعب ابن زهیر رو، شنیع‌ترین کلمات رو که نمیتوان نعوذ بالله گفت در اشعار و ابیاتش به پیامبر نسبت میداد، اهانت پیامبر. پیامبر خونش رو مباح کرده بودن. شروع کرد به گفتن قصیده خیلی زیباست، قصیده ای سرود که مطلع این قصیده اینه: کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما علی آلت الحدباء محمول. فرزند هر زنی که به دنیا می آید بالاخره روزی بر مرکب چوبین سوار خواهد شد. کل ابن انسا و ان طالت سلام، ولو عمر طولانی هم داشته باشه، اما روزی بر تابوت سوار خواهد شد، به سوی گور می رود. یعنی پایان ما این است، چاره نیست. ابیات ادامه داره تا اینجا رسید: نبعت یا انبعت ان رسول الله، دیگه اقرار می کند به رسالت پیامبر، ان رسول الله اوعدنی و لعفو عند رسول الله معمولو، به من خبر دادن که پیامبر من رو وعده قتل داده است، اما من میدانم این پیامبر پیامبر رحمت است و عفو در نزد او پسندیده تر است از انتقام. صورتش رو بست، شروع کرد به خواندن قصیده غراء خودش، کعب بن زهیر. این لامیه معروفی است، شعر خواند. صدا که اون رو منتقل کردن: یا رسول الله، کسی داره این؟ فهمیدن میدانم اون کیست، اون کعب بن زهیر است. بگید انت فی اذن منی، تو در امان از منی، تو هم در امانی و جان تو هم آزادت. خب با یه چنین شرایط زیبایی و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، اما این که به شما میگیم بدانید والفتنتو اشد من القتل، اگر شما با اینها درگیر بشید و اینها جنگیدن شما هم جنگیدید، دارید مقابله میکنید با اینها، اما اینها رذالت هایی کردن که از کشتن شما هم بالاتر بود. اینها فتنه ها کردن، والفتنتو اشد من القتل. ما دو فتنه در قرآن داریم، یه فتنه ای که از سوی خداست، یه فتنه ای که از خلقه. گاه خدا فتنه می کند، ولقد فتن الذین من قبلهم، گاه خداوند فتنه می کند،
گاه انسان ها ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، انسان ها دیگران رو فتنه می کنند. فتنه وقتی از سوی خداست، اصل خود کلمه فتنه، فتنه به معنای گداختن، سوختن، ساختن به این معناست. اصلا با سوز و ساز، با آتش تر و کار دارد فتنه. همون معنای فتنه‌ای که گاه اشاره کردیم، ترا را به کوره ببرن بیرون بیارن، بالاخره این رو ایارش بالا بیارن، دین رو ناخالصیش بگیرن، این فتنه است. خدا که فتنه می کند، فتنه الهی چیز دیگری است. فتنه الهی موهبت الهی است. یعنی خداوند فتنه می کند برای تربیت، فتنه می کند برای ادب، فتنه می کند برای ارتقا. از حکمت های نورانی نهج البلاغه است. بین 90 تا 95 شماره دقیق در ذهنم نیست. یک کسی مثلا شاید در حضور امام یا حضرت شنیدن که این از فتنه پناه می برد، مثلا خدا خدا کنه فتنه نباشه، فلان نباشه. حضرت هم در نه اینطور نگو، بگو نعوذ بالله من مزلات الفتن، بگو پناه میبرم به خدا از مزلات فتن، فتنه های مزل، فتنه های بد، گمراه. ما دو نوع فتنه داریم، یه فتنه های خوب داریم، یه نوع فتنه های بد داریم. خدا مؤمن رو اگر فتنه میکند، این جور استاد بهز مهر پدر است. این عین لطف است اون چه در پیمان ریخ. خدا فتنه میکند برای تربیت، برای تخلص، برای رشد، برای ارتقا. این فتنه خداست. اما فتنه ای که خلق میکنن، نه، فتنه خلق شکنجه، تعذیب، ایذا است، رذالت است. این همون فتنه های خطرناک است که باید به خدا پناه برد. والفتنه تو اشد من القتل. اینا شما رو بی خانمان کردن، بیرونتون کردن از مکه. این فتنه بود. اینها چقدر از افراد شما رو در این سالها گرفتن، شکنجه کردن. یاسر که بود، سمیه کدام بود، با عمار چه شد؟ والفتنه تو اشد من القتل. اینا چه فتنه ها کردن با شما؟ حالا شما اگر درگیری بشید با اینها طوری نیست. اما در این حال که شما الان آمادگی پیکار و مقابله با اینها دارید، طبق اصول کارتون، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. اگه وارد مکه هم شدید، در مسجد الحرام نباید درگیر بشید. این بدونید، این رؤوس کارتون منطقه ممنوع است. حرمت مسجد الحرام رو باید حفظ کنید و نگاه دارید. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، مگر اینکه در یه شرایطی باشه که دیگه جانتون در خطر باشه. حتی یقاتلوکم فیه، مگر اینکه اونها راهاتون اونجا نکنن، باز شما چه میکنید؟ دفاع میکنید، باز به شیوه تدافعی برخورد میکنید. فان قاتلوکم فاقتلوهم، اگر اونها جنگیدند و مقاتله کردن باهاتون، دیگه اونجا جانتون در خطر بود، میتوانید باز مقاتله کنید و دفاع کنید. کذالک جزاء الکافرین، این پاداش و جزاء این کافرین است که این سالها چنین عداوتی رو با شما نشان داده. حالا باز دقت بفرمایید. الله اکبر. فئن انتهوا فان الله غفور رحیم. همین مشرکانی که 21 سال با اسلام جنگیدن، همین هایی که با این شدت ها رفتار کردن و فتنه ها به جان شما و آتش ها بر سر جانتون افکندن، اگر اینها به هر دلیلی انتهاو، یعنی انتها یعنی دست برداشتن، اگر اینها دست برداشتن از مقابله و لجاجت با شما، اگر اینها نجنگیدن با شما، سلاح گذاشتن، شما حق برخورد با اینها ندارید. نمیتونید اسیر بگیرید، نمیتونید بزنید، تا آخرین فشنگ خالی کنید، حق این کارا رو ندارید. فئن انتهاو، اینجا اصلا وسط صدای چکاچک شمشیر صدای چرا میشنوید؟ فان الله غفور رحیم، نغمه رحمت رو میشنوید، آواز مغفرت رو گوش میکنید. فان الله غفور رحیم، مغفرت خداوند به صحنه میاد. نه، با همین ها، حتی با همین دشمنان 21 ساله هم اینجا باران رحمت الهی و غفران الهی است. اگر اینها دست، مگه شما هدفتون چیه؟ شما هدفتون آدم کشی نیست مسلمانان؟ هیچگاه هدف اسلام این نبوده است. شما هدفتون زنده کردن انسان هاست. اگر اینها آماده شدن، تمام دیگه. اگر اینها دست برداشتن از این شیوه، شما همین رو میخواید اصلا. میخواید اینها رو زنده کنید. و این درست است و باید چنین عمل کنید. فان الله غفور رحیم، با مغفرت خداوند با اینها بر. و این همان شد. یعنی بعد از اون ماجرا که پیامبر وارد شدن، استهزار دارید که نبی مکرم اسلام مگر چیکار کردن؟
پیامبر اعلام کردن که کعبه یعنی مسجد الحرام مأمن، محل امن است. همه مردم مکه در این کعبه مسجد الحرام نمیتوانند بیایند. عده شمال به تعبیر ما مکن، عده در جنوب، عده در مرکز. بالاخره این ام القرا است. اونها که در شمالند به خانه ابو سفیان وارد شدند، محدوده خانه ابو سفیان، دشمن شماره یک. اونها که در جنوب کعبه هستند، حنیف ابن سعد یا سهیل ابن عمرو، به نظر خیلی از مورخ خانه او و زندگی او و محدوده او. این سجا محل امن، هر کسی در اینها جمع بشه پناه ببرد در امانی، هیچ کس به شما تعرضی نخواهد داشت. خب همین شد، پیامبر خودشون اومدن تو مسجد الحرام ایستادن کناره. حالا ببینید تو این شرایط گفتنی این نکات ظریف هم، تو این فضای رحمت، وقتی بلال به امر نبی مکرم اسلام گرفت پرده های کعبه رو، رفت بالا بالای بام، برای اولین بار گفت اشهد ان لا اله الا الله، نمیتواند شین رو تلفظ کنه دیگه، بلال سین میگفت، شروع کرد به اون اذان زیبای خودش اون بالای بام کعبه گفتن. عده همین ها که پیامبر در امانشون قرار داد به شانه هم زدن، گفت خوش به حال پدرت، که من نمیدونم بگم یا نگم این کلمه رو ترجمه کنم یا نه، اصلا خوش به حال پدرت که مرد قبل از این تاریخ و صدای این کلاغ سیاه رو نشنید. حالا اون گفت قارقار این کلاغ سیاه. با این شرایط فإن الله غفور رحیم، با این شرایطی که خون نریزید از اینها، با این شرایط حتی آمن. ببینید تفاوت ره از کجاست، چه کرده از پیامبر تو این فضا و شرایط با این مردم و جامعه. فإن الله غفور رحیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. دیگه اینجا وقتی شما در این شرایط قرار گرفتید و موقعیت مهیاست برای نجات کعبه و برای برون کشیدن شرک از این سرزمین، اینجا دیگه مزایقه نکنید، پیش برید تا اینکه دیگه کاملا فتنه و شرک رو بزدایید از سرزمین مکه و حجاز. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. دیگه این دین الهی حاکم است در این سرزمین و در کنار کعبه و خانه خدا. اما در این حال، در این برخورد هاتون باز برای بار دوم تاکید میشه، برای بار سوم تاکید میشه، فإن انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اگر اینها هر کجا اصلحه رو گذاشتن، گفتن تسلیم، تمام کار شما، دیگه کاری ندارید، شما دیگه حق خیلی از برخورد های تند و خشن رو ندارید. اگر اینها تسلیم شدند، اگر شما ادامه دادین، این عدوانه، این ظلمه و خداوند از شما نمیپذیرد. الا علی الظالمین، مگر اون ظالمینشون که نه، اینها به شدت برخورد میکنن، همون مواردی که عرض کردم، بعضی ها رو که پیامبر فرمودن، با اونها برخورد خودتون رو داشته باشید. حالا ممکنه شما این مشکلم در ذهنتون بیاید، مسلمانان الان حرکت شما، رفتن شما به طرف مکه، یا حتی سال بعد هم که فتح مکه پیش آمد، انا فتحنا لک فتحا مبینا، باز پیامبر در ذوالقعده رفتند. خب این شما در ماه حرام دارید میرید و میدونید که میگویید که ماه حرام هم یه حرمتی در جاهلیت داشته، درش نمی جنگیدن، قتال نمی کردن. الشهر الحرام و به شهر الحرام. اینجا بحث مقابله به مثلی است که اینها با شما کردن. همونطور که اینها در سال گذشته مقابل شما رو گرفتن و نگذاشتن که شما قدم از قدم بردارید، خالد ولید اومد، دیگران آمدن راهتون سد کردن، بستن، من کردن، الان شما میتوانید در شهر الحرام به شهر الحرام میتونید با اینها مقابله کنید. والحرمات و قصاص، این حالت قصاصی است که خداوند به شما، تقاص شماست، حق پس گرفتن شماست، نه تهاجم شما، نه حمله شما. شما دارید حقوق خودتون رو، اموال خودتون رو، شخصیت خودتون رو، خانه های خودتون رو، توحید خودتون رو از اینها پس میگیرید، از این مرکز شرک. اما در این حال باز هم الله اکبر عرض میکنم، این آیات خیلی مهم و در این حال اونها که خباستی بگونیم عرض میکنم، بالاخره اون بیان محترمانهی بگیم، بدخواهی و عداوت خودشون رو میخوان نشان بدن، به این آیات تأکیدهای خاصی دارن.
فرمود در عین این حرفا فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اگر هم بحث مقابله به مثل است توجه داشته باشید، اون کسانی که به شما تعدی و تجاوز کردن، شما اگر دارید مقابله میکنید، مقابله به مثل شما باید مقابله به مثل باشد، نه بیشتر. اگر کسی بر شما تعدی کرد، پاسخ شما به همون مقداری است که به شما تعدی شده و رفع تعدی میکنید، نه بیشتر. یعنی اینجاست که حساسیت کار مشخصه. و بعد ببینید از چه کلمه ای استفاده میکنه قرآن. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله. اینجا جای چیست؟ جای تقوا است. تقوا یعنی وسط میدان نبرد با دشمن. تقوا یعنی عدالت رو با دشمنان رعایت کردن. تقوا یعنی در مقام حمله و دفاع حدود رو رعایت کردن، مرزها رو مراقبت کردن. اون آیه شریف بارها اشاره کردیم، سوره مبارکه مائده، لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. این عداوت ها و کینه ها و برخورد با دیگران نکنه شما رو از عدالت بیرون کنه. اگر با دشمنتون برخورد عادلانه کردید متقید، با دوست که بحثی نیست، با دوستان که خوبید. اگر با دشمنان بتونید بر اساس عدالت رفتار کنید، حالا میشید متقی. اعدلوا هو اقرب للتقوا و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. و بدانید که خداوند، ان الله مع المتقین، خداوند با متقین است. خاطرتون هست در آیه 186 که اشاره کردیم، هو معکم، اشاره شد که فانی غریبون، بعد این آیه رو مطرح کردیم که هو معکم اینما کنتم. اگر خدا قریب است یعنی خدا با شماست هر کجا که هستید. و گفتیم این معیت سه نوعه، سه جور خدا با ماست. یکی اینکه خدا از جهت احاطه و علم با ماست. دوم از اصل وجود با ماست، یعنی اصلا تمام هستی ما قائم است به حضرت او. واقعا تمام بودن ما، الحی القیوم، نفس کشیدن ماست، ایستادن ماست، خسبیدن ماست، گفتن ماست، شنیدن ماست، تمام اینها برکات صفات الهی است. این معیت بعدش، یعنی معیت به وجود، معیت به علم. سومی این معیت مال همه نیست. خدا تا اینجا با همه است، این مال همه است، اما این سومی نه، این خاصه. مثلا میگید ان الله مع الصابرین در قرآن. اینجا میفهمد که ان الله، عرض به خدمتون، فرمود خداوند سبحان با متقین است. ان الله مع المتقین. این معیت، معیت خاصه دیگه. اینجا جایی است که یعنی خداوند دیگه، این خود ذات باری تعالی و عنایت مستقیم اونه که صابرین رو راه میبرد. این عنایت مستقیم الهی و همراهی الهی است که اهل تقوا رو هدایت میکنه، دفاع از اینها میکنه، حفظشون میکند، نگاهشون میدارد، ذهنشون رو روشن میکند. تصمیم که میگیرن، در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوقاست. تصمیم از جای دیگری میاد، حمایت، هدایت، رهنمایی، همه چی رو انسان لمس میکنه که میبیند چگونه این معیت لمس میشود با تقوا، با صبر و با همون ویژگی هایی که خداوند در قرآن اشاره می کند. در اینجا هم فرمود در این برخوردها مرزهای تقوا رو رعایت کنید، بدونید اگر با تقوا باشید، ان الله مع المتقین، خداوند آن به آن با شماست و حمایت و لطفش رو شامل حالتون خواهد کرد. خب این یه مجموعه آیات بود که دیگه من اینها رو تو این نوبت اشاره کردم. بعد و انفقوا فی سبیل الله، در این حال ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. بسیار آیات، این هم بحث زیبا و ظریفی داره. بعد هم که دیگه وارد آیات ویژه حج می شود که انشاءالله باید نوبت آینده فردا شب خدمت عزیزان ادامه مطالب رو بازگو بنماییم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن و اطرب در دنیا و با کوتاه مگردانه، تا
توفیق فهم و درک و عمل به مضامین نورانی و مفاهیم انسانی قرآن رو به همه ما مرحمت بفرماید. صلوات ند خب واقعا این آیات زیباست. درس کردم که اینها مستمسکی است، بعضی از این آیات با اون شیوه نگاه مغرضانه ای که بعضی ها با آیات کریمه قرآن دارن که این رو مستمسک قرار میدن که فقتلوهم حیث ثقف اسلام گفته، برید بگیرید بکشید ببندید فلان. دیگه این بیانی که مطرح شد و تبیین آیات دیگه حاجت به بیش از این سخن گفتن ندارد. اون کسی که بخواهد حقیقت رو بشنود میشنود. با مسیر این بحث من یه جمله تو ذهنم، ولو الان از جهت انطباق تاریخی با مصائب کربلا هنوز موعد اون نشده، اما حیفم میاد دیگه اینو به تعبیر عامیانه خودمون حرامش کنم دیگه. ببینید، پیامبر اومدند و ایستادند در مقابل درب کعبه و اون جمله رو فرمودند، اون جملات تاریخی رو تو این فتح بازگو فرمودند. فرمودند اهل مکه، شما چه گمانی به من دارید؟ الان گمان میکنید من با شما چی میکنم تو این فضا؟ بعد از اینکه مطالبی رو مطرح فرمودن، گفتن آقا ما نمیدانیم تو را مگر الکریم ابن الکریم، شما کریم فرزند کریمی، تمام، ما تو را برادر کریم خودمون میدانیم. این همون مشرکان دارن میگن به پیامبر، و ما جز اعتقاد خیر الان، یعنی هیچ تشویشی ترسی نداریم از شما. این خیلی مهمه که انسان این هیچ تشویش و ترسی از شما نداریم، الان میداریم دلمون آرامه نسبت به رفتار تو و کردارت. پیامبر فرمودن بسیار خوب، من هم با شما همان میگویم، شما گفتید کریم فرزند کریم، من هم با شما همون میگویم که اون بر عبد صالح و کریم خدا عمل کرد، همان میگویم که یوسف به برادران خیش گفت، شما هم برادران من هستید، من هم به شما میگم لا تسریب علیکم الیوم اذهبوا و انتم الطلقاء، هیچ غمی بر شما نیست امروز، برید رهایید و آزادید. برید رهایید و آزادید. این آم الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، مقابل پیامبر که ایستاده است، ابو سفیان، امویان، همه مشرکین اهل مکه، اذهبوا و انتم الطلقاء. این جمله تنین و آهنگ این صدا و این کلمه جای دیگه ذهن انسان را عجیب واقعا به تعلم وادار میکند. و هم اون لحظه است که نوه این ابو سفیان ایستاده است، آن مقابل اون که ایستاده است دختر کبرای امیر المؤمنین زینب سلام الله علیها ایستاده است و این جمله رو بانوی بزرگوار بر زبان جاری کردن در اون سخنان آتشینشون. امن العدل یبن الطلقاء، همون کلام پیامبر رو دارن تذکر میدن. آیا این از عدالت است؟ یبن الطلقاء یعنی فرزند اون کسانی که پیامبر به شما گفت الطلقاء رهایید. آیا این از عدل که من و این دختران پیامبر و امیرالمؤمنین چنین آواره دشت و بیابان و مجلس نشین شما باشند؟ اما تخدیر و کبنات که بنسائک، اما دختران شما و زنان شما پشت پرده مسئول و محفوظ، اما فرزندان رسول خدا وادی به وادی با زنجیر اسارت. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.